و همچنان که می رفتند عیسی مسیح وارد دهکده ای شد و زنی به نام مرتاخ او را به خانهش مهمان کرد. مرتاخ خواهری به نام مریم داشت که پیش پای عیسی نشسته بود و به سخن او گوش می سپرد. اما مرتاخ که گرفتار خدمت به او بود برافروخت. پس به کنار عیسی آمد و گفت: مولای من، آیا اهمیت نمی دهی که خواهرم مرا در خدمت گذاری به تو تنها گذارد؟ به خواهرم بفرما که بیاید و من را کمک کند. عیسی پاسخ داد: مرتاخ، تو خود را مضطرب و نگران چیزهای زیادی می کنی، اما مریم بخش بهتر را برگزیده است و این از او گرفته نخواهد شد. انجیل لوقا باب 10 آیه 38-42. به جی، کیمیاگری که کاربرد و اسرار اکسیر اعظم را می دانست. کیمیاگر کتابی را که یکی از مسافران کاروان آورده بود به دست گرفت. جلد نداشت، اما اسم نویسندهش را پیدا کرد. اسکار وایلد. کتاب را که ورق می‌زد، به داستانی درباره نرگس برخورد. کیمیاگر افسانه نرگس را می‌دانست، همان جوان زیبایی که هر روز می‌رفت تا زیبایی خودش را در دریاچه تماشا کند. بعد چنان شیفته خودش شد که روزی در دریاچه افتاد و غرق شد. در جایی که به آب افتاده بود، گلی رویید که اسمش را گذاشتند نرگس. اما اسکار وایلد داستان را اینطوری تمام نکرده بود. می گفت وقتی نرگس مرد، اوریادها یا الههای جنگل کنار دریاچه آمدند. آن دریاچه آب شیرین به کوزه‌ای سرشار از اشک‌های شور استحاله یافته بود. اوریادها پرسیدند: چرا گریه می‌کنی؟ دریاچه گفت: واسه نرگس گریه می‌کنم. اوریادها گفتند: آه، عجیب نیست که واسه نرگس اشک می‌ریزی. آخه با اینکه ما همیشه تو جنگل دنبالش می‌دویدیم، فقط تو فرصت داشتی از نزدیک زیباییشو تماشا کنی. دریاچه پرسید: مگه نرگس زیبا بود؟ اوریادها شگفت‌زده پاسخ دادند: کی بهتر از تو اینو می‌دونه؟ آخه هر روز کنار تو می‌نشست. دریاچه لختی ساکت ماند. سرانجام گفت: من واسه نرگس گریه می‌کنم، اما هیچ وقت به زیباییش پی نبرده بودم. واسه نرگس گریه میکنم چون هر بار که روی من خم میشد تو عمق چشاش انعکاس زیبایی خودم رو میدیدم. کیمیاگر گفت: چه داستان زیبا. نام جوان سانتیاگو بود. موقعی که با گلش به جلوی کلیسای کهن و متروک رسید، هوا دیگر داشت تاریک میشد. مدتها بود که سقف کلیسا فرو ریخته بود و انجیر مصری عظیمی درست در جایی ثبت شده بود که پیش از آن انبار لباسها و اشیای متبرک بود. تصمیم گرفت شب را همانجا بماند. صبر کرد تا تمام گوسفندها از دروازه ویران کلیسا وارد بشوند و بعد چند تخته را طوری گذاشت که نتوانند شب فرار کنند. در آن منطقه گرگ نبود، اما یک بار یکی از گوسفندها شبانه فرار کرده بود و تمام روز بعد را به جستجوی گوسفند گم شده گذرانده بود. زمین را با خرقه‌اش پوشاند و دراز کشید. به جای بالش کتابی را زیر سرش گذاشت که خواندنش را تازه تمام کرده بود. پیش از خواب به خودش یادآوری کرد که باید شروع به خواندن کتاب‌های ضخیم‌تری کند. هم خواندنشان بیشتر طول می‌کشید و هم شب‌ها بالش‌های راحت‌تری بودند. وقتی بیدار شد، هوا هنوز تاریک بود. به بالا نگاه کرد و ستاره‌ها را دید که از میان سقف نیمه ویران می‌درخشیدند. فکر کرد: آه، دلم می‌خواد یکم دیگه بخوابم. همان رویای هفته پیش را دیده بود و دوباره پیش از به پایان رسیدنش بیدار شده بود. برخاست.
چوب دستش را برداشت و شروع کرد به بیدار کردن گوسفندانی که هنوز خواب بودند. متوجه شده بود که همزمان با بیدار شدن خودش بیشتر آن جانورها هم بیدار می شوند. انگار نیروی مرموزی بود که زندگی او را با زندگی آن گوسفندان که 2 سال بود همراهش زمین را در جستجوی آب و غذا زیر پا می گذاشتند پیوند می داد. آرام گفت: اونقدر به من عادت کردن که حتی برنامه زمانی ما هم می شناسن. لحظه ای تأمل کرد و فکر کرد که شاید هم برعکس، او به برنامه زمانی گوسفندها عادت کرده بود. اما چند گوسفند هم بودند که کمی بیشتر طول می کشید تا بیدار شوند. جوانک با چوب دستش یکی یکیشان را بیدار کرد و هر کدام را به اسم خواند. همیشه مطمئن بود که گوسفندها حرفهایش را می فهمند. به خاطر همین گاهی عادت داشت بخش‌های جالب کتاب را برایشان بخواند یا درباره انزوا و شادی زندگی چوپان‌ها در دشت صحبت کند یا آخرین خبرها را از شهرهای پشت سر گذاشته برایشان تعریف می‌کرد. اما از 2 روز پیش موضوع صحبتش فقط یک چیز بود. یک دختر جوان. دختر بازرگانی ساکن شهری که تا 4 روز دیگر به آن می‌رسید. فقط یک بار به آن شهر رفته بود. پارسال. بازرگان پارچه فروشی داشت و برای اجتناب از تقلب دوست داشت پشم گوسفندها را جلوی خودش بچینند. دوستی مغازه را به چوپان نشان داد و او هم گوسفندهایش را به آنجا برد. به بازرگان گفت: میخوام یک کمی پشم بفروشم. مغازه شلوغ بود و بازرگان از چوپان خواست تا عصر صبر کند. جوان در پیاده‌روی جلوی مغازه نشست و از خورجینش کتابی بیرون آورد. صدای زنانه‌ای در کنارش گفت: نمی‌دونستم چوپونام کتاب می‌خونن. دختری با چهره مشخص آندلوسی بود، با موهای سیاه و انبوه و چشم‌هایی که به گونه‌ای گنگ فاتحان مور کهن را به یاد می‌آورد. جوان پاسخ داد: چون از گوسفندا بیشتر یاد می‌گیرن تا از کتابا. 2 ساعتی با هم حرف زدند. دختر تعریف کرد که دختر بازرگان است و از زندگی در آن شهرک گفت که همه روزهایش شبیه به هم است. چوپان از دشت‌های آندلوس گفت و از تازه‌ترین چیزهایی که در شهرهای سر راهش دیده بود. از اینکه مجبور نبود همیشه با گوسفندها صحبت کند، خوشحال بود. دخترک با لحن متکبرانه‌ای پرسید: خوندن چطوری یاد گرفتی؟ جوان پاسخ داد: مثل همه مردم تو مدرسه. پس اگه سواد داری چرا چوپونی؟ جوانک بهانه‌ای آورد تا به آن سوال جواب ندهد. مطمئن بود دخترک هیچ وقت نمی‌فهمد. به تعریف کردن داستان‌های سفرهایش ادامه داد و آن چشم‌های کوچک مور از شدت هیجان بازو بسته می‌شد. با گذشت زمان پسر جوان کم کم آرزو می‌کرد که آن روز هرگز به پایان نرسد و پدر دختر تا مدت‌ها گرفتار بماند و از او بخواهد تا 3 روز دیگر منتظر بماند. پی برد چیزی را احساس می‌کند که هرگز تجربه نکرده. میل به آن که برای همیشه در یک شهر بماند. با آن دختر موسیاه هیچ روزی به روزهای دیگر شبیه نمی‌بود. اما سرانجام بازرگان آمد و از او خواست پشم 4 گوسفند را بچیند. سپس مبلغ را پرداخت و از او خواست سال بعد هم بیاید. حالا تنها 4 روز مانده بود تا دوباره به همان شهرک برسد. هم هیجان زده بود و هم مردد. شاید دخترک دیگر او را از یاد برده بود، چون چوپانهای بسیاری برای فروختن پشم به آنجا می رفتند. به گوسفندهایش گفت: مهم نیست، منم دخترهای دیگه ای رو تو شهرهای دیگه می شناسم. اما ته دلش می دانست مهم است و چوپانها مثل دریانوردها و خردفروشهای دورگرد همواره شهری را می شناسند که در آن کسی زندگی می کند که می تواند کاری کند تا شادی تنها سفر کردن در جهان را از یاد ببرند. Thank you.
روز تابش گرفت و چوپان گوسفندها را به سوی خورشید راند. فکر کرد اینا هیچ وقت احتیاجی ندارن تصمیم بگیرن. شاید واسه همینه که همیشه پیش من میمونن. تنها ضرورتی که گوسفندان احساس میکردند آب و غذا بود. تا وقتی که چوپان جوان بهترین چراگاه های اندلس را میشناخت همواره دوستش میماندند. حتی اگر همه روزها به هم شبیه و از ساعتهای درازی تشکیل میشد که زمان بین طلوع و غروب خورشید را پر میکرد. حتی اگر در زندگی کوتاهشان هرگز یک کتاب هم نخوانده بودند و زبان آدمهایی را که از خبرهای تازه شهرها صحبت میکنند نمیفهمیدند. به آب و غذایشان راضی بودند و همین کافی بود. به جای آن سخاوتمندانه پشم، همراهی و هر از گاهی گوشتشان را به او تقدیم میکردند. جوان فکر کرد اگه امروز هیولا بشم و تصمیم بگیرم یکی یکیشونو بکشم، فقط موقعی میفهمن جریان چه قراره که بیشتر گله از بین رفته. چون به من اعتماد کردن و دیگه یادشون رفته به غرایزشون اعتماد کنن. فقط به خاطر این که من میبرمشون طرف آب و غذا. جوانک کم کم از افکار خودش تعجب میکرد. شاید کلیسا با انجیر مصریی که در آن رویده بود، سایه سیاهی بر ذهنش افکنده بود. شاید همین باعث شده بود همان رویا را برای دومین بار ببیند. و از همسفران همیشه وفادارش کینه‌ای به دل گرفت. خرقه‌اش را دور خودش پیچید. می‌دانست تا چند ساعت دیگر با رسیدن خورشید به سمت رأس آسمان هوا چنان گرم می‌شود که نمی‌تواند گوسفندان را در دشت پیش براند. در این ساعت تابستان تمام مردم اسپانیا می‌خوابیدند. گرما تا شب ادامه می‌یافت و مجبور بود در تمام این مدت خرقه‌اش را هم حمل کند. اما هرگاه به فکر شکوه از وزن این بار می افتاد، یادش می آمد که به دلیل وجود همین خرقه سرمای صبحگاهی را احساس نکرده است. بعد فکر کرد همیشه باید برای تغییر آب و هوا آماده بود و با قدردانی سنگینی خرقهش را پذیرفت. خرقه هم درست مانند آن جوان انگیزه‌ای برای وجود داشت. در این دو سال که تمامی پهنه‌های اندلس را پیموده بود، دیگر با تمام وجودش تمام شهرهای آن منطقه را می شناخت و این بزرگترین دلیل زندگیش بود، سفر. نقشه کشیده بود این بار به دخترک بگوید چرا یک چوپان ساده خواندن بلد است. تا 16 سالگی در مدرسه الهیات درس خوانده بود. پدر و مادرش می خواستند او کشیش و مایه افتخار آن خانواده ساده روستایی بشود که مثل گوسفندها تنها برای آب و خوراک کار می کردند. لاتین، اسپانیایی و الهیات خوانده بود. اما از کودکی رویای شناختن جهان را در سر داشت و این برایش بسیار مهمتر از شناخت خدا یا گناهان انسانها بود. یک روز عصر که برای دیدن خانواده اش رفته بود، جرأت کرده بود و به پدرش گفته بود دوست ندارد کشیش شود. پدرش گفت پسرم، مردم تمام دنیا از این ده گذشتن. میان دنبال چیزای تازه، اما همون آدم ها میمونن. میرن بالای تپه که دژو ببینن میفهمن که گذشته بهتر از حالا بوده. گاهی موهاشون روشنه، گاهی صورتشون تیره، اما شبیه مردم ده خودمونن. پسر جوان در آمد که اما من دژهای سرزمینای اونا رو نمیشناسم. پدر ادامه داد این آدما وقتی با دشتا و زنای ما آشنا میشن میگن دوست دارن همیشه اینجا زندگی کنن. جوان گفت میخوام با زنا و دشتای اونا آشنا بشم. چون هیچ وقت اینجا نیمونه. پدر بار دیگر گفت اون آدم ها کیسه های پر از پول دارن، بین ما فقط چوپونا سفر میکنن. خب پس منم چوپون میشم. پدر دیگر چیزی نگفت. روز بعد کیسه ای به او داد که 3 مدال طلای اسپانیایی در آن بود. بیا اینا رو یه روز تو مزرعه پیداشون کردم. میخواستم به کلیسا بدمشون تا تو رو قبول کنن. گله تو بخر و برو دنیا رو بگرد. تا اون موقع که بفهمید دژ ما مهمترین دژ و زنای ما زیباترین زنا. و برای او دعای خیر کرد. جوان در چشمهای پدرش نیز میل گشتن به گرد جهان را دید. میلی که هنوز زنده بود، هرچند 10 سال کوشیده بود آن را در نیازش به آب، غذا و همان بیتوتگاه شبانه مدفون کند. Thank you.
افق به سرخی گرایید و بعد خورشید پدیدار شد. جوان به یاد گفتگویش با پدرش افتاده بود و احساس خوشحالی می کرد. تا کنون دژها و زنان بسیاری را دیده بود، اما هیچ کدام با زنی برابر نبودند که تنها چند روز با او فاصله داشت. یک خرقه چوپانی داشت و کتابی که می توانست آن را با کتابی دیگر مبادله کند. و نیز یک گله گوسفند. مهمتر از همه، هر روز به رویای عظیم زندگیش تحقق می بخشید. سفر. هرگاه از دشت‌های اندلس خسته می شد، می توانست گوسفندانش را بفروشد و دریا نورد شود. هرگاه از دریا خسته می شد، دیگر شهرهای بسیار، زنهای بسیار و فرصتهای بسیاری را برای خوشبختی شناخته بود. همچنان که به تولد خورشید نگاه می کرد، اندیشید. نمی دونم چطور می شه توی مدرسه الهیات دنبال خدا گشت. هرگاه ممکن بود، راه جدیدی را برای پیمودن پیش می گرفت. پیش از آن هرگز به این کلیسا نیامده بود. هرچند بارها از آنجا گذشته بود. جهان پهناور و پایان ناپذیر بود. و اگر می گذاشت گوسفندانش حتی برای اندک زمانی راهنماییش کنند، چیزهای جالبتری را هم کشف می کرد. مشکل اینه که گوسفندان نمی فهمن هر روز از یه راه تازهی می رن. نمی فهمن که چراگاه ها عوض می شه یا فصل ها فرق دارن. چون فقط نگران آب و غذاشونن. بعد فکر کرد. شاید برای همه ما هم همینطور باشه. حتی من که از وقتی با دختر بازرگان آشنا شدم به زنای دیگه فکر نمی کنم. به آسمان نگاهی انداخت. بر مبنای محاسباتش پیش از ظهر به تاریفا می رسیدند. آنجا می توانست کتابش را با کتابی حجیمتر مبادله کند و سر و صورتش را اصلاح کند. باید برای ملاقات با دختر آماده می شد و نمی خواست به این احتمال بیندیشد که چوپانی دیگر با گوسفندان بیشتر پیش از او برای خواستگاری از دختر آمده باشد. بار دیگر به آسمان نگریست. گامهایش را تندتر کرد و اندیشید. فرصتی دست داده تا به رویای تحقق ببخشم که زندگی رو جالب میکنه. ناگهان یادش آمده بود که در تاریفا پیرزنی زندگی میکند که میتواند رویاها را تعبیر کند. و او دیشب رویایی را دوباره دیده بود. پیرزن پسر جوان را به اتاقی در انتهای خانه برد که با پرده ای از نوارهای پلاستیکی رنگی از تالار خانه جدا شده بود. یک میز، یک تمثال از قلب مقدس عیسی مسیح و دو صندلی قرار داشت. پیرزن نشست و از او هم خواست بنشیند. بعد دو دست جوانک را گرفت و زیر لب دعایی خواند. شبیه دعای کولی‌ها بود. پیش از آن در راه به کولی‌های بسیاری برخورده بود. سفر می‌کردند اما گوسفندبانی نمی‌کردند. مردم می‌گفتند زندگی کولی‌ها همیشه صرف فریب دادن دیگران می‌شود. این را هم می گفتند که آنها با شیاطین پیمان بستند و کودکان را می دزدند تا در اردوگاه های مرموزشان بردگی کنند. در کودکی همیشه می ترسید مبادا کولی ها او را بدزدند و هنگامی که پیرزن دست های او را گرفت این هراس قدیمی بازگشته بود. همانطور که سعی می کرد آرام بماند فکر کرد. اما تمثال قلب مقدس عیسی اینجاست. نمی‌خواست دست‌هایش بلرزند و پیرزن هراسش را بفهمد. در سکوت دعا کرد: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. پیرزن بیان که از دست‌های جوان چشم برگیرد گفت: چه جالب. و دوباره خاموش شد. جوانک داشت عصبی می‌شد. دست‌هایش بی اراده شروع کرد به لرزیدن و پیرزن فهمید. جوانک بیدرنگ دست‌هایش را عقب کشید. پشیمان از آمدن به آن خانه گفت: واسه کفبینی نیومدم اینجا. لحظه‌ای فکر کرد که بهتر است حق مشاوره را بپردازد و بیان که چیزی بفهمد از آنجا برود. داشت به یک رویای تکرار شده بیش از حد اهمیت می‌داد. پیرزن پاسخ داد: تو برای تعبیر خواب اومدی و رویا زبان خداست. وقتی خدا به زبون دنیا حرف میزنه میتونم کلامشو تعبیر کنم، اما اگه به زبون روح تو حرف بزنه فقط خودت میتونی بفهمی. به هر ترتیب من حق مشاورم رو میگیرم. پسرک اندیشید یک نیرنگ دیگر، اما تصمیم گرفت خطر کند. چوپان همواره در معرض خطر گرگ‌ها یا خشکسالی هست و همین است که حرفه چوپانی را اینقدر هیجان انگیز میکند. گفت: دو شب پشت سر هم یه رویا رو دیدم.
خواب دیدم با گوسفندام توی یه چراگاه هم. یه دفعه یه بچه ظاهر میشه و شروع میکنه به بازی با اون حیوانا. خوشم نمیاد کسی به گوسفندام دست بزنه. از غریبه ها میترسن. اما بچه‌ها که بهشون دست بزنن نمیترسن. نمیدونم چرا. نمیدونم جونورا از کجا سن و سال آدما رو میفهمن. پیرزن گفت: برگرد به رویات. مایتابم رو آتیشه. تو هم زیاد پول نداری و نمیشه تمام وقتمو بگیری. پسر جوان با کمی بیمیلی ادامه داد: بچه یه مدتی با گوسفندا بازی کرد، بعد یه دفعه دستامو گرفت و منو برد به اهرام مصر. لحظه‌ای صبر کرد تا ببیند پیرزن میداند اهرام مصر چیست یا نه. اما پیرزن همچنان خاموش ماند. بعد کنار اهرام مصر دو واژه آخر را با درنگ بر زبان آورد تا پیرزن خوب بفهمد. بچه بهم گفت اگه تا اینجا بیای یه گنج پنهون رو پیدا میکنی و وقتی میخواست جای دقیق رو نشونم بده از خواب پریدم. هر دو دفعه. پیرزن مدتی ساکت ماند. سپس دوباره دستهای جوان را گرفت و با دقت بررسی کرد. گفت: حالا پولی ازت نمیخوام، اما اگه یه روز گنج رو پیدا کردی یه دهمش رو میخوام. جوان خندید از رضایت. پس میتوانست اندک پولی را که داشت پس انداز کند. آن هم به خاطر رؤیایی که از گنجهای نهفته میگفت. پیرزن حتما کولی بود. کولی ها ابلهند. گفت: پس رؤیا رو تعبیر کنید. اول قسم بخور. قسم بخور که به جای چیزی که بهت میگم یه دهم گنجتو میدی به من. جوان قسم خورد. پیرزن از او خواست به تمثال قلب مقدس عیسی بنگرد و سوگندش را تکرار کند. بعد گفت: رویایی به زبون دنیاست، میتونم تعبیرش کنم، تعبیر خیلی سختیه. برای همین به خیالم سزاوار سهم خودم از اون چیزی که پیدا میکنی باشم. تعبیرش اینه که باید تا اهرام مصر بری. تا حالا اسم اهرام رو هم نشنیدم، اما اگه کسی که نشونش داده یه بچه بوده یعنی هست. اونجا یه گنج پیدا میکنی که ثروت بندت میکنه. جوان اول تعجب کرد و بعد برآشفت. لازم نبود برای شنیدن این موضوع سراغ آن پیرزن بیاید. بعد یادش آمد که لازم نیست پولی بدهد. گفت: لازم نبود وقتمو فقط واسه همین صرف کنم. برای همین بود که گفتم رویای سختیه. چیزای ساده غیر عادی ترین چیزان و فقط فرزانه ها اونا رو میبینن. حالا که من فرزانه نیستم باید هنرهای دیگه ای بلد باشم، مثل کفبینی. و چطور باید به مصر برسم؟ من رویا رو فقط تعبیرش میکنم بچه، نمیدونم چطور باید به اونا رسی. برای همین هم هست که دخترام خرج زندگی ما میدن. جوان باز پرسید: و اگه به مصر نرسم؟ خب منم به پولم نمیرسم، اولین بار نیست که. و پیرزن دیگر چیزی نگفت. از جوان خواست از آنجا برود، چون تا همانجا هم خیلی وقتش را گرفته. جوان نومیدانه آنجا را ترک کرد و تصمیم گرفت دیگر رویاها را باور نکند. یادش آمد کارهای زیادی دارد. به فروشگاه رفت و کمی غذا خرید. کتابش را با کتاب حجیم‌تری عوض کرد و بر نیمکت کنار میدانی نشست تا از شربت تازه‌ای که خریده بود لذت ببرد. روز گرمی بود و شربت میتوانست بدنش را کمی خنک کند. گوسفندها کنار دروازه شهر در طویله یکی از دوستان تازه‌اش بودند. در آن حوالی خیلی‌ها را می‌شناخت و برای همین بود که سفر را دوست داشت. آدم همیشه دوستان تازه‌ای پیدا می‌کرد، اما مجبور نبود هر روز کنارشان بماند. اگر آدم همیشه همان آدم‌های ثابت را ببیند، احساس می‌کند بخشی از زندگیش را تشکیل می‌دهند. و از آنجا که بخشی از زندگی ما می‌شوند، هوس می‌کنند زندگی ما را هم تغییر بدهند. اگر آدم آنطور که آنها انتظار دارند عمل نکند، به باد انتقادش می‌گیرند. چون هر کس فکر می‌کند دقیقاً می‌داند ما باید چطور زندگی کنیم. اما هرگز نمی‌دانند چگونه باید زندگی خودشان را از سر بگذرانند. مثل زن خوابگزار که نمی‌دانست چطور باید به رویاهایش تحقق بخشد. تصمیم گرفت پیش از راندن گوسفندهایش به سوی دشت صبر کند تا خورشید کمی پایین‌تر بیاید. تا سه روز دیگر کنار دختر بازرگان می بود. آغاز به خواندن کتابی کرد که از کشیش تاریفا گرفته بود. کتاب حجیمی بود که از همان صفحه اول به تعریف ماجرای یک مراسم خاکسپاری می‌پرداخت. از آن گذشته نام شخصیت‌ها پیچیده بود. فکر کرد اگر روزی کتابی بنویسد، کاری می‌کند تا شخصیت‌ها یکی یکی ظاهر شوند، تا خواننده‌ها ناچار نشوند همه نام‌ها را به خاطر بسپرند. وقتی توانست فکرش را کمی روی خواندن متمرکز کند، پیرمردی کنارش نشست و شروع به صحبت کرد. پیرمرد به رهگذران اشاره کرد و گفت: اینا دارن چه کار می‌کنن؟
جوان به خشکی جواب داد. کار میکنه. و خواست وانمود کند غرق مطالعه است. در حقیقت داشت به چیدن پشمهای گوسفندها در برابر دختر بازرگان میاندیشید. و اینکه دخترک مطمئن میشد او میتواند کارهای جالبی انجام بدهد. این صحنه را بارها تصور کرده بود. و هر بار هنگامی که شروع میکرد به توضیح دادن اینکه پشم گوسفندان را باید از عقب به جلو چید، دخترک شگفت زده میشد. همچنین میکوشید چند داستان زیبا را به یاد بیاورد تا هنگام چیدن پشم گوسفندها برایش تعریف کند. بیشترشان داستانهایی بود که در کتابها خوانده بود، اما آنها را طوری تعریف میکرد که انگار برای خودش رخ داده. دخترک فرقش را نمیفهمید چون سواد نداشت. اما پیرمرد پافشاری کرد. گفت خسته است، تشنه است و جرعه ای از نوشیدنی مرد جوان خواست. جوان تنگش را به او تعارف کرد. شاید پیرمرد آرام میشد. اما پیرمرد میخواست هر طور شده حرف بزند. پرسید چه کتابی میخواند. جوان فکر کرد بی‌ادبی کند و نیمکتش را تغییر دهد. اما پدرش احترام گذاشتن به پیران را به او آموخته بود. بنابراین کتاب را به سوی پیرمرد دراز کرد به دو دلیل. اولان که نمیتوانست عنوانش را تلفظ کند و دوم آن که اگر پیرمرد خواندن نمیدانست خودش نیمکتش را عوض میکرد تا احساس حقارت نکند. پیرمرد کتاب را مثل شیئی غریب از هر طرف نگریست و گفت کتاب مهمیه اما خیلی خسته کننده است. جوانک شگفت زده شد. پیرمرد هم سواد داشت و پیشتر آن کتاب را هم خوانده بود. اگر آنطور که می گفت کتابی خسته کننده بود، هنوز برای مبادله آن با کتابی دیگر فرصت داشت. پیرمرد ادامه داد این کتاب از چیزی میگه که تقریبا همه کتابای دیگه هم میگن، از ناتوانی آدم ها توی انتخاب سرنوشت خودشون، و آخرش هم کاری میکنه تا همه مردم دنیا بزرگترین دروغ جهان رو باور کنه. جوانک شگفت زده پرسید بزرگترین دروغ جهان چی هست؟ اینه، در لحظه مشخصی از زندگی اختیارمون رو روی زندگی خودمون از دست میدیم و از اون به بعد سرنوشت حاکم زندگی ما میشه. این بزرگترین دروغ جهانه. جوانک گفت برای من اینطوری نشده. می‌خواستن کشیش بشم اما من تصمیم گرفتم چوپون بشم. پیرمرد گفت اینطوری بهتره چون تو سفر رو دوست داری. جوان فکر کرد فکرمو خونده. بعد پیرمرد بی آنکه کمترین تمایلی به پس دادن کتاب حجیم داشته باشد آن را ورق زد. جوانک متوجه شد که لباس غریبی پوشیده. شبیه عرب‌ها بود و این در آن منطقه چیز نادری نبود. آفریقا فقط چند ساعت با تاریفا فاصله داشت. تنها باید با قایق از تنگه می گذشتند. عرب ها مشغول خرید در شهر مرتب دیده می شدند و چند بار در روز دعاهای غریبی می خواندند. جوان پرسید شما اهل کجایین؟ اهل خیلی جاها. جوانک گفت هیچ کس نمی تونه اهل خیلی جاها باشه. من چوپونم و خیلی جاها میرم، اما فقط اهل یه جا، شهر کوچیکی نزدیک یه دژ قدیمی. اونجا به دنیا اومدم. پس میشه گفت که من توی سالیم به دنیا اومدم. جوان نمیدانست سالیم کجاست، اما نمیخواست بپرسد تا به خاطر نادانیش احساس حقارت نکند. مدتی به میدان خیره ماند. آدمها میآمدند و میرفتند و بسیار گرفتار به نظر میرسیدند. جوان به امید یک راهنمایی پرسید از حال و اوضاع سالیم چه خبر؟ همونطور که همیشه بود. اما این راهنماییش نگرفت. فقط فهمید سالیم در اندلس نیست، وگرنه تا به حال نامش را شنیده بود. لجاجت کرد. شما تو سالیم چه کاره این؟ تو سالیم چه کاره هم؟ پیرمرد برای اولین بار به گونه‌ای خوشایند قاه قاه خندید. خب من پادشاه سالیمم. جوانک فکر کرد مردم حرفهای غریبی میزنند. گاهی بهتر است آدم مثل گوسفندها باشد که ساکتند و فقط دنبال آب و غذا هستند. و یا بهتر است مثل کتابها باشد که وقتی آدم دلش می‌خواهد گوش بدهد، داستانهای باور نکردنی برایش تعریف می‌کنند. اما وقتی با آدمها حرف می‌زنیم، چیزهایی می‌گویند که آدم نمی‌داند مکالمه را چطور ادامه دهد. پیرمرد گفت: اسم من ملکی صدقه. چند تا گوسفند داری؟ جوان پاسخ داد: به اندازه کافی. پیرمرد دیگر داشت زیادی در زندگی او کنجکاوی میکرد. پس تو چرا مشکلی هستیم؟ تا وقتی فکر میکنی که به اندازه کافی گوسفند داری نمیتونم کمکت کنم.
به جوان برخورد. او که کمک نخواسته بود. تازه پیرمرد بود که تقاضای نوشیدنی کرد، سر صحبت را باز کرد و به کتاب او توجه کرد. گفت: کتابمو پس بدین، بعد برم دنبال گوسفندام و بعدش هم برم سیه خودم. پیرمرد گفت: یک دهم گوسفنداتو بده به من، منم یادت میدم چطور به گنج نافتاد برسی. بعد جوانک رویایش را به یاد آورد و ناگهان همه چیز برایش آشکار شد. پیرزن از او پولی نگرفته بود، اما این پیرمرد که شاید شوهرش بود، میخواست در ازای اطلاعاتی که وجود نداشت، پول بسیار بیشتری از او بگیرد. این پیرمرد هم حتماً کولی بود. اما در همان هنگام، پیش از آن که چیزی بگوید، پیرمرد خم شد، ترکه‌ای برداشت و شروع کرد به نوشتن روی شنهای میدان. هنگامی که خم شد، چیزی درون سینه پیرمرد درخشید، با چنان شدتی که نزدیک بود چشم‌های پسرک را کور کند. اما پیرمرد با حرکتی چابک که از شخصی با آن سن و سال بعید می‌نمود، برگشت و با ردایش آن درخشش را پوشاند. چشم‌های جوان دوباره به حالت عادی بازگشت و توانست آنچه را پیرمرد می‌نوشت بخواند. روی شنهای میدان اصلی آن شهر کوچک نام پدر و مادرش را خواند. سرگذشت زندگیش را تا آن لحظه، بازی‌های دوران کودکیش، شب‌های سرد مدرسه الهیات را، نام دختر بازرگان را خواند که پیش از آن نمی‌دانست. چیزهایی را خواند که هرگز برای کسی بازگو نکرده بود، همچون روزی که برای شکار گوزن اسلحه پدرش را دزدید. پیرمرد گفته بود: من پادشاه سالیم هستم. جوانک خجل و شگفت‌زده پرسید: اگه پادشاهین چرا با یه چوپون حرف می‌زنی؟ به خیلی دلایل، اما بهتره بگیم مهمترینش اینه که تو تونستی به افسانه شخصی خودت تحقق ببخشی. جوان نمیدانست افسانه شخصی چیست. چیزیه که همیشه آرزوی انجامش رو داری. همه آدم ها اول جوانی میدونن افسانه شخصیشون چیه. توی اون دوره از زندگی همه چیز روشنه، همه چیز ممکنه و آدم از داشتن رویا و آرزوی کاری که دوست داره توی زندگیش بکنه نمیترسه. اما با گذشت زمان نیروی مرموزی تلاش خودش رو شروع میکنه تا ثابت کنه که تحقق بخشیدن به افسانه شخصی غیر ممکنه. آنچه پیرمرد میگفت برای جوانک چندان معنایی نداشت، اما میخواست بداند نیروهای مرموز چه هستند. دهان و دختر بازرگان از شنیدنش باز میماند. نیروهایی هم که ویرانگر به نظر میرسن، اما در حقیقت روش تحقق بخشیدن به افسانه شخصیمون رو به ما یاد میدن. نیروهایی که روح و اراده ما رو آماده میکنن. چون توی این سیاره یه حقیقت بزرگ وجود داره. هر کسی که باشی و هر کاری که بکنی، وقتی چیزی رو از ته دل طلب میکنی، دلیلش اینه که این خواسته تو توی روح جهان متولد شده. این مأموریت تو روی زمینه. حتی اگه فقط سفر کردن باشه؟ یا ازدواج با دختری تاجر پارچه؟ یا جستجوی گنج؟ روح جهان از خوشبختی انسانها تغذیه میشه، یا از بدبختی، ناکامی و حسادت اونا. تحقق بخشیدن به افسانه شخصی تنها وظیفه آدم هست. همه چیز فقط یک چیزه و وقتی آرزوی چیزی رو داری، سر تا سر کیهان همدست میشه تا بتونی به این آرزو تحقق ببخشی. مدتی خاموش ماندند و به میدان و مردم نگریستند. پیرمرد بود که اول صحبت کرد. چرا گوسفندبانی میکنی؟ چون سفر رو دوست دارم. پیرمرد به فروشنده ذرت بودادهی با چرخ دستی سرخ رنگش اشاره کرد که گوشه میدان ایستاده بود. اون ذرت فروش هم از بچگیش همیشه آرزوی سفر داشته، اما ترجیح داد یه چرخ دستی ذرت بوداده بخره و سالها پول جمع کنه و وقتی پیر شد یک ماه بره به افریقا. هیچ وقت نمیفهمه که آدم همیشه امکان تحقق بخشیدن به رویاهاشو داره. مرد جوان با صدای بلند فکر کرد: باید شبونی رو انتخاب میکرد. پیرمرد گفت: به این هم فکر کرده، اما ذرت فروش از چوپون معتبرتره. ذرت فروش ها خونه و زندگی دارن، اما چوپون ها زیر سقف آسمون میخوابن. مردم ترجیح میدن دخترشونو بدن به ذرت فروش ها تا به چوپون ها. قلب جوانک تکان خورد. به دختر بازرگان میاندیشید. در شهر دختر هم حتما یک فروشنده ذرت بوداده وجود داشت. و سرانجام تصور مردم درباره ذرت فروش ها و چوپون ها براشون مهمتر از افسانه شخصی خودشون میشه. پیرمرد کتاب را ورق زد و مشغول خواندن یکی از صفحه‌هایش شد. جوانک لختی صبر کرد و بعد درست همانطور که پیرمرد مزاحمش شده بود
مطالعه او را قطع کرد. چرا این چیزها رو به من میگی؟ چون تو سعی میکنی با افسانه شخصی زندگی کنی و کم مونده بی خیالش بشی. و شما همیشه اینجور موقعا ظاهر میشین؟ نه همیشه به این شکل، اما هیچ وقت نمیشه که ظاهر نشم. گاهی به شکل یک راه حل مناسب یا یه فکر خوب ظاهر میشم. بقیه وقتا توی لحظه بحرانی کاری میکنم که کارها ساده تر بشه، از اینجور کارها، اما بیشتر مردم متوجهش نمیشن. پیرمرد تعریف کرد که هفته پیش ناچار شده به شکل یک سنگ بر یک کاوشگر گنج ظاهر شود. کاوشگر همه چیز زندگیش را در جستجوی زمرد رها کرده بود. در طول 5 سال کار در کنار رود 999,999 سنگ را در جستجوی یک زمرد شکسته بود. در آن هنگام کاوشگر به فکر انصراف افتاده بود و تنها یک سنگ مانده بود، فقط یک سنگ تا زمردش را کشف کند. از آنجا که او شخصی بود که زندگیش را در گروه افسانه شخصیش گذاشته بود، پیرمرد تصمیم گرفت دخالت کند. به سنگی تبدیل شد و پیش پای کاوشگر غلتید. مرد از شدت خشم و ناکامی به خاطر 5 سال از دست رفته، سنگ را به فاصله دور پرتاب کرد. اما آن را با چنان نیرویی پرتاب کرد که به سنگی دیگر خورد و آن را شکست و زیباترین زمرد جهان را آشکار کرد. پیرمرد با تلخی خاصی در چشمهایش گفت: آدم ها خیلی زود به دلیل زندگی خودشون پی میبرن. شاید به خاطر همینه که خیلی زودم بی خیالش میشن. اما دنیا اینه دیگه. بعد جوانک یادش آمد که این مکالمه با صحبت درباره گنج نهفته آغاز شده بود. پیرمرد گفت: سیلاب ها گنج ها رو آشکار میکنن و همین سیلاب ها گنج ها رو میبرن زیر خاک. اگه میخوای درباره گنج خودت بدونی، باید 1/10 گوسفنداتو بدی به من. جوان پرسید: 1/10 گنج بهتر نیست؟ پیرمرد سرخورده شد: اگه با وعده یا چیزی که هنوز نداری شروع کنی، اشتیاقتو برای رسیدن به اون از دست میدی. سپس جوانک تعریف کرد که قول 1/10 گنج را به یک کولی داده است. پیرمرد آهی کشید: آه، کولی ها خیلی زبلن. به هر صورت خوبه یاد بگیری که توی زندگی هر چیزی یه قیمتی داره. این چیزیه که رزم‌آوران نور سعی میکنن یاد بدن. پیرمرد کتاب را به جوانک پس داد. فردا همین موقع 1/10 گوسفنداتو برام بیار، بهت یاد میدم چطور به گنج نهفته برسی. از بخیر. و در گوشه میدان ناپدید شد. جوانک سعی کرد به مطالعهش برگردد، اما نتوانست فکرش را متمرکز کند. مضطرب و نگران بود، چون می دانست پیرمرد حقیقت را گفته. سراغ ذرت فروش رفت و یک پاکت ذرت بوداده خرید. و در همان هنگام فکر کرد آیا باید آنچه را پیرمرد گفته بود برایش بازگو کند یا نه. سرانجام فکر کرد: گاهی بهتره بذاریم همه چیز همونطور که هست بمونه. و خاموش ماند. اگر چیزی می گفت، ذرت فروش 3 روز تمام به رها کردن همه چیز می اندیشید. اما دیگر به چرخ دستیش بسیار عادت کرده بود. می توانست ذرت فروش را از این رنج در امان نگاه دارد. بی هدف در شهر پرسه زد و تا بندر رفت. ساختمان کوچکی آنجا بود و در این ساختمان پنجره کوچکی بود که مردم از آنجا به مقصد آفریقا بلیط می خریدند. مصر در آفریقا بود. مسئول گیشه پرسید: چیزی می خواستی؟ جوان همچنان که دور می شد گفت: شاید فردا. اگر فقط یکی از گوسفندها را می‌فروخت، می‌توانست خود را به آن سوی تنگه برساند. این فکر به هراسش می‌انداخت. همچنان که دور می‌شد، مسئول گیشه به دستیارش گفت: یه خیال باف دیگه، پولی واسه سفر نداشت. وقتی کنار گیشه بود، به یاد گوسفندهایش افتاد و از اینکه دوباره کنارشان باشد ترسید. 2 سال را با آنها گذرانده بود و در این 2 سال همه چیز را درباره حرفه چوپانی آموخته بود. پشم چینی، مراقبت از میش‌های باردار و حمایت از آنها در برابر گورکا. همه دشت‌ها و چراگاه‌های اندلس را می‌شناخت. بهای دقیق خرید و فروش همه حیوان‌هایش را می‌دانست. تصمیم گرفت از دراز‌ترین راه به طویله دوستش بازگردد. آن شهر نیز دژی داشت و جوان تصمیم گرفت از پلکان سنگیش بالا برود و روی یکی از دیوارهایش بنشیند. از آن بالا می‌توانست آفریقا را ببیند. یک بار کسی به او گفته بود که مورها از آنجا آمدند و سالها تقریباً سراسر اسپانیا را در اشغال داشتند. جوانک از مورها نفرت داشت.
آنها بودند که کولی ها را با خود آورده بودند. از آنجا تقریبا تمام شهر را هم می دید و نیز میدانی را که در آن با پیرمرد صحبت کرده بود. اندیشید، نفرین به ساعتی که با این پیرمرد ملاقات کردم. فقط قصد داشت زنی را بیابد که رویاها را تعبیر می کرد. نه آن زن و نه آن پیرمرد اهمیتی نداده بودند که او چوپان بود. آدم‌های منزوی بودند که دیگر ایمانشان را به زندگی از دست داده بودند و نمی‌فهمیدند که چوپان‌ها سرانجام به گوسفندهایشان دل می‌بندند. هر کدامشان را دقیقاً می‌شناخت. می‌دانست کدام می‌لنگد، کدام تا دو ماه دیگر می‌زاید و کدامشان تنبل است. نیز می‌دانست چگونه پشم‌چینی کند و چگونه ذبحشان کند. اگر تصمیم می‌گرفت برود، غمگین می‌شدند. بادی وزیدن گرفت. این باد را می‌شناخت. مردم آن را باد شرق می نامیدند، چون لشکرهای کفار با همین باد آمده بودند. پیش از آشنایی با تاریفا هرگز فکرش را نکرده بود که آفریقا آنقدر نزدیک باشد. خطر بزرگی بود. مورها می توانستند دوباره حمله کنند. وزش باد شرق شدت یافت. جوانک فکر کرد. بین گوسفندا و گنج گیر کردم. باید میان چیزی که با آن عادت کرده بود و چیزی که دلش می‌خواست تصمیم می‌گرفت. دختر بازرگان هم بود، اما او به اندازه گوسفندها اهمیت نداشت، چون به جوان وابسته نبود. شاید اصلا او را به یاد نمی‌آورد. اطمینان داشت که اگر دو روز دیگر در آن شهر ظاهر نشود، دخترک هیچ متوجه نمی‌شود. برای او همه روزها یکسان بود. و هنگامی که همه روزها یکسان باشد، معنایش آن است که آدم دیگر نمی‌تواند رخدادهای خیلی را که با هر بار گردش خورشید در آسمان در زندگیش رخ می‌دهد درک کند. با خودش گفت: من پدرم رو ترک کردم، از مادرم جدا شدم و از دژ ده کردم. اونا عادت کردن و منم عادت کردم. گوسفندان به نبودن من عادت می‌کنن. از آن بالا به میدان نگاه کرد. ذرت فروش همچنان ذرت بوداده می‌فروخت. زوج جوانی بر همان نیمکتی که روی آن با پیرمرد صحبت کرده بود نشسته بودند. به خودش گفت: ذرت فروش؟ جمله‌اش را تمام نکرد. شدت باد شرق افزایش یافته بود و وزش آن را بر روی چهره‌اش احساس می‌کرد. این باد مورها را آورده بود، درست است، اما بوی صحرا و زنان در حجاب را نیز با خود می‌آورد. بوی عرق و رویاهای مردانی را می‌آورد که به جستجوی ناشناخته‌ها، طلا، ماجراجویی و اهرام رفته بودند. اندک اندک به آزادی باد حسادت می کرد و فهمید می تواند همچون باد باشد. هیچ مانعی جز خودش وجود نداشت. گوسفندها، دختر بازرگان، دشت‌های آندلوس فقط مرحله‌های تحقق افسانه شخصیش بودند. ظهر روز بعد با پیرمرد ملاقات کرد. شش گوسفند با خودش آورده بود. گفت: تعجب می کنم. دوستم فوری گوسفندا رو خرید. گفت تمام عمرش آرزو داشته چوپون بشه. این نشونه خوبیه. پیرمرد گفت: همیشه همینطوره، بهش میگیم اصل مساعد. اگه برای بار اول بازی بکنی حتما برنده میشی. بخت تازه کارها. جوان پرسی: چرا؟ چون زندگی میخواد که تو افسانه شخصی تو از سر بگذرونی. بعد مشغول بررسی آن شش گوسفند شد و فهمید که یکی از آنها لنگ است. جوانک توضیح داد که مهم نیست، چون او از همه باهوشتر است و به اندازه کافی پشم تولید میکند. پرسید: گنج کجاست؟ گنج توی مصر، نزدیک اهرام. جوان وحشت کرد. پیرزن هم همین را گفته بود، اما خرجی روی دستش نگذاشته بود. برای رسیدن به اونجا باید از نشانه ها پیروی کنی. خدا راهی رو که هر انسان باید طی کنه توی جهان نوشته. فقط باید راهی رو که برای تو نوشته شده بخونی. پیش از آن که چیزی بگوید، پروانه بین او و پیرمرد به پرواز درآمد. به یاد پدر بزرگش افتاد. وقتی کوچک بود پدر بزرگش گفته بود پروانه ها نشانه خوش اقبالی اند، مثل جیرجیرک ها، ملخ ها، مارمولک ها و شبدر چهار پر. پیرمرد که می توانست فکرش را بخواند گفت: دقیقا همونطوره که پدر بزرگت بهت یاد داده. اینا نشونه است. بعد ردایش را باز کرد و سینه‌اش معلوم شد. جوانک از چیزی که دید متحیر شد و درخشش یادش آمد که دیروز دیده بود. پیرمرد سینه پوش بزرگی از طلا پوشیده از سنگهای قیمتی بر سینه داشت.
به راستی پادشاه بود. حتما برای فرار از دست راهزنها این طور لباس مبدل پوشیده بود. پیرمرد یک سنگ سفید و یک سنگ سیاه را که در وسط سینه پوش طلا قرار داشت برداشت و گفت: بگیر. اسم اینها اوریم و تومیمه. سنگ سیاه یعنی بله و سنگ سفید یعنی نه. وقتی نمیتونی نشانه ها را تشخیص بدی این سنگ ها کمکت میکنن. همیشه سوالای عملی بپرس، اما بیشتر سعی کن خودت تصمیم بگیری. گنج کنار اهرامه و قبلا همینو میدونستی، اما باید 6 تا گوسفند میدادی تا من توی تصمیم گرفتنت کمکت کنم. جوانک سنگ ها را در خورجینش گذاشت. از آن زمان به بعد خودش باید تصمیم میگرفت. پیرمرد گفت: یادت نره که همه چیز یه چیزه. زبان نشانه ها یادت نره و بالاتر از همه یادت نره که تا آخر افسانه شخصیت پیش بری. اما حالا میخوام یه قصه کوچیک برات بگم. کاسبی پسرشو فرستاد تا راز خوشبختی رو از فرزانه ترین انسان جهان یاد بگیره. پسرها 40 روز توی بیابون راه رفت تا آخر سر به قلعه زیبایی بالای کوی رسید. مرد فرزانه‌ای که پسرک دنبالش بود اونجا زندگی میکرد. اما قهرمان ما به جای اینکه یه مرد مقدس ببینه وارد تالاری شد و جنب و جوش زیادی به چشمش خورد. تاجرها می اومدن و می رفتن. مردم این طرف و اون طرف حرف می زدن. گروه موسیقی کوچیکی آهنگای قشنگ می زد و یه میز پر از لذیذترین غذاهای بومی اون قسمت از دنیا اون وسط. مرد فرزانه با همه صحبت می کرد و پسرک مجبور شد 2 ساعت منتظر بمونه تا مرد فرزانه بهش توجه کنه. مرد فرزانه با دقت به دلیل ملاقات پسرک گوش داد، اما بهش گفت اون لحظه فرصت نداره تا راز خوشبختی رو براش توضیح بده. بهش پیشنهاد کرد یه نگاهی به گوشه و کنار قصر بندازه و 2 ساعت بعد برگرده. بعد یه قاشق چای خوری به پسرک داد و 2 قطره روغن ریخت و گفت: خواهشی هم دارم، همونطوری که میگردی این قاشق رو هم دستت بگیر و نذار روغن داخلش بریزه. پسرک شروع کرده بالا و پایین رفتن از پله‌های قصر و تمام اون مدت چشمش رو به اون قاشق دوخته بود. بعد از 2 ساعت برگشت پیش مرد فرزانه. مرد فرزانه پرسید: فرش‌های ایرانی تالار غذاخوریم رو دیدی؟ اون باغ رو دیدی که ساختنش برای استاد باغبان 10 سال زمان برد؟ متوجه پوست نوشته‌های قشنگ کتابخونم شدی؟ پسرک خجالت زده اعتراف کرد که هیچی ندیده. تنها دغدغه‌اش این بوده که روغنی رو که مرد فرزانه بهش سپرده بود نریزه. مرد فرزانه گفت: پس برگرد و با شگفتی‌های دنیای من آشنا شو. اگه خونه کسی رو نبینی نمیتونی به اون اعتماد کنی. پسرک قوت قلب گرفت، قاشقو برداشت و دوباره رفت کشف و اکتشاف توی قصر. این بار تمام تابلوهای روی دیوارا و آثار هنری آویزون از سقف رو تماشا کرد. باغ‌ها رو دید و کوه‌های اطراف و لطافت گل‌ها و اون همه سلیقه‌ای رو که توی چیدن هر چیزی سر جای خودش به کار برده بود. وقتی برگشت پیش مرد فرزانه هر چی رو دیده بود با تمام جزئیات تعریف کرد. مرد فرزانه پرسید: اما اون 2 قصر روغن که به تو سپرده بودم کجاست؟ پسرک به قاشق توی دستش نگاه کرد و دید که روغن ریخته. فرزانه ترین فرزانه ها گفت: پس اینه یگانه پندی که میتونم به تو بدم. راز خوشبختی اینه که همه شگفتی های جهان رو ببینی و هرگز اون 2 قصر روغن توی قاشق رو از یاد نبری. جوانک خاموش ماند. داستان پادشاه پیر را فهمیده بود. شوپان سفر را دوست دارد، اما هرگز گوسفندهایش را فراموش نمی کند. پیرمرد به جوانک نگریست و با کف هر 2 دستش حرکات غریبی بر بالای سر او انجام داد. سپس گوسفندها را برداشت و به راه خود رفت. بر فراز شهر کوچک تاریفا دژی قدیمی است که مرها ساختند. و کسی که روی دیوارهای آن بنشیند می تواند یک میدان، یک ذرت فروش و قطعی از خاک آفریقا را ببیند. آن روز عصر ملکی صدق پادشاه سالیم روی دیواره دژ نشسته بود و وزش باد شرق را روی شهرش احساس می کرد. گوسفندها ترسان از ارباب جدیدشان کنارش منتظر بودند و از آن همه تغییرات اضطراب داشتند. تنها چیزی که می خواستند آب و غذا بود. ملکی صدق به کشتی کوچکی مینگریست که از بندر جدا میشد. دیگر هرگز آن جوانک را نمیدید، همانطور که پس از آن که 1/10 اموال ابراهیم را گرفت دیگر هرگز او را ندید. هرچه باشد کارش همین بود. خدایان نباید آرزو داشته باشند، چون خدایان افسانه شخصی ندارند.
با این حال پادشاه سالیم صمیمانه برای جوان آرزوی موفقیت کرد. فکر کرد حیف که خیلی زود اسم از یادش میره. باید چند بار تکرارش میکردم. اینطوری هر وقت از من حرف میزد میگفت که من ملک صدق هستم، پادشاه سالیم. سپس شرمگینانه به آسمان نگریست. بار خدایا، همونطور که خودت گفتی میدونم باطل عباطیله، اما یه پادشاه پیر هم گاهی باید به خودش مغرور باشه. جوانک اندیشید آفریقا چه جای عجیبیه. در قهوه خانه ای نشسته بود، مثل تمام قهوه خانه هایی که در خیابان های تنگ شهر دیده بود. چند نفر چپق غولاسای را می کشیدند و دست به دست می گرداندند. در آن چند ساعت کوتاه مردانی را دست در دست هم، زنانی را با چهره پوشیده و روحانیانی را دیده بود که به بالای برج های بلند می رفتند و شروع به خواندن می کردند. و در این هنگام همه به نوبه خود زانو می زدند و سر بر خاک می گذاشتند. وقتی کوچک بود همواره در کلیسای دهکده‌شان تمثال یعقوب قدیس مورکش را سوار بر اسب سفید و با شمشیر برهنه‌ای در دست دیده بود که افرادی شبیه به اینها در پایش افتاده بودند. جوانک بدحال بود و به شدت احساس تنهایی می‌کرد. فراتر از آن، در شتابش برای سفر نکته‌ای را از یاد برده بود. تنها یک نکته، چیزی که می‌توانست او را تا مدت‌ها از گنجش محروم کند. در این سرزمین همه عربی صحبت می‌کردند. قهوه‌چی نزدیک شد و پسرک با اشاره نشان داد که همان نوشیدنی را می‌خواهد که در میز دیگری هم صرف می‌شد، که چیزی نبود جز چای تلخ. جوانک ترجیح می‌داد باده بنوشد. اما اکنون نباید خودش را نگران این مسائل می‌کرد. باید فقط به گنجش و به چگونه دست یافتن به آن می‌اندیشید. با فروش گوسفندها پول زیادی به جیب زده بود و می‌دانست پول جادو می‌کند. آدم با پول هیچ وقت تنها نمی‌ماند. خیلی زود، شاید تا چند روز دیگر به اهرام می رسید. دلیلی نداشت که یک پیرمرد با آن همه طلا در سینه‌اش به خاطر گرفتن 6 تا گوسفند دروغ بگوید. پیرمرد درباره نشانه ها با او صحبت کرده بود. از دریا که عبور می کرد به نشانه ها فکر کرده بود. بله، منظور پیرمرد را می فهمید. در مدتی که در دشت های اندلس بود، عادت کرده بود علایم مسیری را که باید انتخاب می کرد در زمین و آسمان بخواند. یاد گرفته بود که دیدن پرنده ویژه نشانه حضور افعی در آن نزدیکی است و یک بوته خاص نشانه وجود آب در چند کیلومتری آنجاست. گوسفندها این چیزها را به او یاد داده بودند. فکر کرد اگه خدا گوسفندا رو اینقدر خوب هدایت میکنه، آدما رو هم راهنمایی میکنه. و آرامتر شد. به نظرش رسید که ترخی چای کمتر شده. صدایی را شنید که به اسپانیایی گفت تو کسی؟ جوانک احساس راحتی شگرفی کرد. درست موقعی که به نشانه ها فکر می کرد یک نفر ظاهر شده بود. پرسید تو از کجا اسپانیایی می دونی؟ تازه وارد جوانی بود که مثل غربی ها لباس پوشیده بود، اما رنگ پوستش نشان می داد اهل همان شهر است. کم و بیش همسن و سال و همقد خودش بود. اینجا تقریبا همه اسپانیایی بلدن، فقط تو سر تا اسپانیا راهه. جوانک گفت بشینو به حساب من یه چیزی سفارش بده. بعد جوانک گفت که باید خودش را به اهرام برساند. نزدیک بود از گنج هم صحبت کند، اما تصمیم گرفت ساکت بماند، وگرنه کاملا محتمل بود که این عرب هم بخشی از گنج را بخواهد تا او را به آنجا ببرد. به یاد صحبت پیرمرد درباره پیشنهادها افتاد. میخوام اگه میتونی منو ببری اونجا، میتونی راهنمای من بشی و پول بگیری. اصلا تصوری داری که چطوری باید تا اونجا رفت؟ جوانک متوجه شد که قهوه‌چی دارد نزدیک می شود و با دقت به این مکالمه گوش می دهد. از حضور او احساس ناراحتی کرد. اما یک راهنما پیدا کرده بود و نمی خواست این فرصت را از دست بدهد. تازه وارد ادامه داد. باید تموم صحرا بگذری، برای این کار پول لازم داریم. باید بدونم پول به قدر کافی داری یا نه. جوانک آن پرسش را عجیب یافت. اما به پیرمرد اعتماد داشت و پیرمرد به او گفته بود که وقتی چیزی را بخواهد سراسر کیهان به نفع او هم دست می شود. پول را از کیسه‌اش بیرون آورد و به تازه وارد نشان داد. قهوه‌چی هم نزدیک شد و نگاه کرد.
چند کلمه به عربی با هم صحبت کردند. قهوه‌چی خشمگین به نظر می رسید. تازه وارد گفت: دیگه بریم، نمیخواد اینجا بمونی. خیال جوانک راحت شد. برخاست تا صورت حسابش را بپردازد، اما قهوه‌چی او را گرفت و بی‌وقفه شروع به صحبت کرد. جوانک نیرومند بود، اما در سرزمین بیگانه بود. دوست جدیدش بود که صاحب قهوه خانه را به کناری راند و جوانک را به سوی در کشید. گفت: این پولت رو میخواست. تنجه مثل بقیه قسمت های آفریقا نیست. توی بندریم و بندرها همیشه پر از دزدن. میتوانست به دوست جدیدش اعتماد کند. در وضعیتی بحرانی به او کمک کرده بود. کیسه پول را بیرون آورد و پولهایش را شمرد. مرد پولها را گرفت و گفت: میتونیم فردا به اهرام برسیم، اما باید 2 شتر بخرم. در خیابانهای تنگ تنجه راه افتادند. در هر گوشه‌ای دستفروش‌ها مشغول فروش کالا بودند. سرانجام به وسط میدان بزرگی رسیدند که بازار در آن به راه بود. هزاران نفر در آنجا حرف می‌زدند، می‌فروختند، می‌خریدند. سبزی‌ها با خنجرها و فرش‌ها با انواع چپق آمیخته بود. اما جوانک از دوست جدیدش چشم بر نمی‌گرفت. هر چه بود، تمام پولش در دست او بود. فکر کرد آنها را از او پس بگیرد، اما فکر کرد بی‌ادبی است. آداب و رسوم سرزمین غریبی را که با آن گام گذاشته بود نمی‌دانست. به خود گفت: کافیه زیر نظر داشته باشمش. از او خیلی قوی‌تر بود. ناگهان در میان آن همه شلوغی چشمش به زیباترین شمشیری افتاد که تا آن موقع دیده بود. نیامش از نقره بود. دستش سیاه و پوشیده از جواهرات بود. جوانک با خودش عهد کرد که پس از برگشتن از مصر آن شمشیر را بخرد. به دوستش گفت: از مغازه‌دار بپرس قیمتش چنده. اما متوجه شد موقع تماشای شمشیر برای لحظه‌ای حواسش پرت شد. قلبش فشرده شد. انگار قفسه سینه‌اش ناگهان تنگ شده بود. می ترسید به اطرافش نگاه کند، چون می دانست با چه روبرو می شود. چشمهایش تا چند لحظه دیگر همانطور بر شمشیر زیبا دوخته شده بود، تا اینکه سرانجام جرأت کرد و برگشت. مردم در گوشه و کنار بازار رفت و آمد می کردند، فریاد می زدند، می خریدند. فرشها آمیخته با فندقها، کاهوها در کنار سینیهای مسی، مردان دست در دست هم در خیابان، زنهای چهره پوشیده، بوی غذاهای غریب و در هیچ جا، در هیچ کجا چهره دوستش را نمی‌دید. هنوز سعی داشت فکر کند به طور تصادفی او را گم کرده. تصمیم گرفت همانجا منتظر برگشتنش بماند. کمی بعد یک نفر بالای یکی از آن برج‌ها رفت و شروع به خواندن کرد. تمامی مردم روی زمین زانو زدند و سر بر خاک ساییدند و آنها نیز شروع به خواندن کردند. خورشید هم داشت می رفت. جوانک مدت درازی به خورشید نگاه کرد تا اینکه او هم در پشت خانه های سفید گرداگرد میدان ناپدید شد. یادش آمد که همان روز صبح وقتی خورشید طلوع می کرد او در قاره دیگری بود. چوپان بود، 60 گوسفند داشت و می‌خواست با بازرگانی ملاقات کند که دختری داشت. آن روز صبح هر چرا که قرار بود موقع پیمودن دشت‌ها رخ دهد می‌دانست. اما حالا که خورشید در افق فرو می‌رفت، در کشوری دیگر بود. بیگانه‌ای در سرزمینی بیگانه که حتی زبانشان را هم نمی‌فهمید. دیگر چوپان نبود و دیگر هیچ چیز در زندگی نداشت. حتی پولی برای بازگشت و آغاز دوباره همه چیز. فکر کرد همه این حوادث بین طلوع و غروب همین خورشید، و دلش به حال خودش سوخت، چون گاهی در زمانی به کوتاهی یک فریاد ساده همه چیز در زندگی زیر و رو می شود پیش از آن که آدم بتواند خود را به آن عادت دهد. از گریه کردن شرم داشت. هرگز جلوی گوسفندهایش گریه نکرده بود،
با این حال بازار خالی بود و او دور از سرزمین مادریش. گریه کرد. چون خدا عادل نبود و به کسانی که به رویاهای خود باور داشتند چنین پاداش می‌داد. کنار گوسفندام شاد و خوش بودم و شادیمو به دیگرونم میرسوندم. مردم که اومدن منو میدیدن از این گرم استقبال میکردن. اما حالا غمگین و دلسردم. چی کار کنم؟ بعد از این دیگه تلخ میشم و دیگه به هیچ کس اعتماد نمیکنم. چون یکی به من خیانت کرده. از اونایی که گنجای پنهونو پیدا میکنن بیزار میشن. چون گنج خودمو پیدا نکردم. همیشه هم تو این فکر میمونم که همون یه ذره پولی رو که دارم نگه دارم. واسه اینکه برای در آغوش کشیدن دنیا خیلی کوچیکه. خورجینش را باز کرد تا ببیند در آن چه دارد. شاید از ساندویچش در کشتی چیزی بر جای مانده بود. اما تنها با کتاب حجیم، خرقه و دو سنگی روبرو شد که پیرمرد به او داده بود. با دیدن سنگ‌ها احساس آرامش عظیمی کرد. شش گوسفند را با دو سنگ قیمتی مبادله کرده بود که از درون یک سینه پوش طلا بیرون آمده بودند. می توانست سنگ‌ها را بفروشد و بلیت برگشت بخرد. فکر کرد حالا دیگه باید زرنگ تر باشم. سنگ‌ها را از خورجین بیرون آورد تا در جیبش پنهان کند. آنجا بندر بود و این تنها حقیقتی بود که آن مرد به او گفته بود. بندر همیشه پر از دزد است. اکنون سرخوردگی صاحب قهوه خانه را نیز می فهمید. می خواست به او بگوید به آن مرد اعتماد نکند. من هم مثل همه آدم ها. دنیا را همون جوری می بینم که دوست دارم باشه. نه اون جوری که هست. به سنگ ها خیره ماند. با احتیاط هر دو را لمس کرد. گرما و لیزی سطحشان را احساس کرد. آنها گنجش بودند. همین لمس کردن آن سنگ ها به او آرامش می بخشید. پیرمرد را به یادش می آوردند. پیرمرد گفته بود وقتی که چیزی رو می خواهی سر تا سر کیهان هم دست می شه تا به اون برسی. می خواست بداند چگونه چون این چیزی می تواند راست باشد. آنجا در بازار خلوت بود. بدون یک پشیز در جیب و بدون گوسفندهایی که آن شب از آنها پاسداری کند. اما سنگ ها گواهی بر این بودند که با یک پادشاه ملاقات کرده. پادشاهی که سرگذشت او را می دانست. ماجرای اسلحه پدرش را می دانست. سنگ ها برای تفعل به کار می رن. اسمشون اوریم و تومیمه. جوان دوباره سنگ ها را در کیسه گذاشت و تصمیم گرفت آنها را امتحان کند. پیرمرد گفته بود پرسش های عملی مطرح کند. چون سنگ ها تنها به کسی خدمت می کنند که می داند چه می خواهد. بعد پرسید آیا دعای خیر پیرمرد هنوز همراهش هست؟ یکی از سنگ‌ها را بیرون کشید. پاسخ بلی بود. پرسید گنجمو پیدا می‌کنم؟ دستش را به داخل خورجین کرد تا یکی از سنگ‌ها را بیرون بیاورد. در همین هنگام هر دو از سوراخ پارچه بیرون افتادند. جوان هرگز متوجه نشده بود که خورجینش سوراخ شده. خم شد تا اوریم و تومیم را بردارد. و دوباره داخل کیسه‌اش بیاندازد. روی زمین افتاده بودند، اما جمله دیگری به ذهنش آمد. پادشاه پیر گفته بود احترام گذاشتن به نشونه ها و پیروی از اونا را یاد بگیر. یک نشانه. خندید. سپس دو سنگ را از روی زمین برداشت و دوباره در خورجینش گذاشت. قصد نداشت سوراخ را بدوزد. سنگ ها می توانستند هر بار که می خواستند از آنجا بگریزند. فهمیده بود آدم نباید درباره بعضی چیزها سوال کند، چون نباید از سرنوشت خیش گریخت. به خود گفت قول میدم خودم تصمیممو بگیرم. اما سنگ ها گفته بودند پیرمرد هنوز با او هست و این به او اعتماد به نفس میبخشید. بار دیگر به بازار خالی نگاهی انداخت و نومیدی پیش را در خود احساس نکرد. جهان بیگانه ای نبود، جهان تازه ای بود. خب در نهایت دقیقا همین را می‌خواست. شناختن دنیاهای تازه. حتی اگر هرگز به اهرام نمی‌رسید، همین حالا هم از تمامی چوپان‌هایی که می‌شناخت فراتر رفته بود. اگه می‌دونستم به فاصله کمتر از دو ساعت حرکت با کشتی این همه چیزای متفاوت هست.
جهان تازه به شکل بازاری خالی در نظرش ظاهر شده بود. اما اینک آن بازار را سرشار از زندگی می دید و دیگر هرگز آن را از یاد نمی برد. به یاد شمشیر افتاد. تماشایش برایش بسیار گران تمام شده بود. اما پیش از آن هیچ چیز دیگری را مشابه با آن ندیده بود. ناگهان احساس کرد که می تواند مثل یک قربانی نگونبخت دزدان به دنیا نگاه کند یا مثل ماجراجویی در جستجوی گنج. پیش از آن که از شدت خستگی به خواب فرو برود، اندیشید: من ماجراجویی در جستجوی گنجم. کسی تکانش داد و بیدار شد. وسط بازار خوابیده بود و زندگی داشت دوباره در آن میدان آغاز می شد. در جستجوی گوسفندانش به پیرامونش نگریست و فهمید در جهان دیگری است. به جای آن که احساس اندوه کند، خوشحال شد. دیگر ناچار نبود به جستجوی آب و غذا برود. می توانست دنبال گنجش برود. یک پشیز هم در جیب نداشت، اما به زندگی ایمان داشت. شب گذشته تصمیم گرفته بود ماجراجو باشد، مثل قهرمانان کتاب‌هایی که اغلب می‌خواند. بی‌عجله در میدان به گردش پرداخت. دست فروش‌ها بساطشان را می‌گستردند. به مرد شیرینی فروشی در پهن کردن بساطش کمک کرد. مرد شیرینی فروش لبخندی متفاوت بر چهره داشت. شاد بود. برای زندگی بیدار شده بود. آماده برای آغاز یک روز کاری خوب. لبخندی که به شکلی یادآور لبخند پیرمرد بود. همان پیرمرد و پادشاه مرموزی که با او آشنا شده بود. فکر کرد این شیرینی فروش به خاطر شوقش به سفر و یا ازدواج با دختر بازرگان شیرینی نمی‌پزد. شیرینی می‌پزد چون این کار را دوست دارد. و متوجه شد می‌تواند همان کاری را بکند که پیرمرد می‌کرد. می‌توانست بفهمد کسی به افسانه شخصیش نزدیک است یا دور. و تنها با نگاه کردن به او این را می‌فهمید. آسونه بود، من هیچ‌وقت متوجهش نشده بودم. وقتی چیدن بساط تمام شد، شیرینی فروش نخستین شیرینی را که تازه پخته بود به او داد. جوان با لذت آن را خورد. تشکر کرد و به راه خود رفت. وقتی کمی دور شد، یادش آمد که این بساط با همکاری یک عرب زبان و یک نفر اسپانیایی زبان برپا شد و اما به خوبی یکدیگر را درک کرده بودند. اندیشید: زبونی هست که از کلمات بالاتره. قبلا این زبون رو با گوسفندا تجربه کردم و حالا دارم با آدما تجربهش میکنم. داشت چیزهای گوناگون و تازه‌ای میآموخت. چیزهای کهنه‌ای که پیش از آن تجربهشان کرده بود و اما تازگی داشت. چون بیان که متوجهشان شود برایش رخ داده بود و متوجهشان نشده بود چون با آنها عادت کرده بود. اگه کشف رمز این زبون بی کلام رو یاد می گرفتم، می تونستم جهان رو رمزگشایی کنم. پیرمرد گفته بود همه چیز تنها یک چیز است. تصمیم گرفت بی عجله و بی استراب در خیابانهای تنجه قدم بزند. تنها با این شیوه می توانست نشانه ها را درک کند. این کار نیازمند بردباری بسیار بود. اما این نخستین فضیلتی است که یک چوپان می آموزد. دوباره احساس کرد در آن جهان بیگانه دارد از همان درس‌هایی استفاده می کند که از گوسفندهایش آموخته بود. پیرمرد گفته بود همه چیز یگانه است. نورفروش به دمیدن روز نگاه کرد و همان استراب هر روز صبح را احساس کرد. 30 سال بود که همانجا بود. مغازه‌ای بالای تپه‌ای که به ندرت خریداری از آنجا می گذشت. اکنون برای عوض کردن هر چیزی دیر بود. در زندگیش فقط خرید و فروش بلور را آموخته بود. زمانی افراد زیادی مغازه‌اش را می‌شناختند. بازرگانان عرب، زمین‌شناسان فرانسوی و انگلیسی، سربازان آلمانی و همواره با جیب‌های پر از پول. در آن زمان فروش بلور ماجرای بزرگی بود و او در خیال خودش تصور می‌کرد چگونه در دوران پیری ثروتمند می‌شود و چگونه زنان زیبا خواهد داشت. سپس زمان گذشت و شهر نیز دگرگون شد. سبته بیشتر از تنجه رشد کرد و تجارت کساد شد. همسایه‌ها از آنجا رفتند و تنها چند مغازه بالای تپه ماند. هیچ کس به خاطر چند مغازه کوچک از تپه بالا نمی رفت. اما تاجر بلور حق انتخابی نداشت. 30 سال از زندگیش را با خرید و فروش اجناس بلورین زندگی کرده بود و حالا برای تغییر مسیر خیلی دیر بود. تمام صبح
به جنب و جوش اندک درون خیابان خیره ماند. از سالها پیش همین کار را کرده بود و دیگر ساعت عبور هر کس را می دانست. فقط چند دقیقه تا زمان نهار مانده بود که جوانک غریبی پشت شیشه مغازه‌اش ایستاد. لباسی معمولی به تن داشت، اما چشم‌های با تجربه بلورفروش نتیجه گرفت که پولی ندارد. با این همه تصمیم گرفت دوباره به داخل مغازه‌اش برگردد و چند لحظه منتظر بماند تا جوانک از آنجا برود. تابلوی بالای در آویزان بود که می گفت اینجا به چندین زبان صحبت می شود. جوانک دید که مردی پشت پیشخوان ظاهر شد. جوانک گفت اگه بخوایم میتونم این جام‌ها رو تمیز کنم. اینطوری که اصلا هیچ کس دوست نداره اونا رو بخره. مرد نگاه کرد و چیزی نگفت. در عوض شما یه بشقاب غذا به من میدین. مرد همچنان خاموش ماند و جوانک احساس کرد باید تصمیم بگیرد. خرقه‌اش داخل خورجینش بود. در صحرا دیگر نیازی به آن نداشت. خرقه را بیرون آورد و شروع کرد به تمیز کردن جام‌ها. در مدت نیم ساعت تمام جام‌های پشت شیشه را تمیز کرد. در این مدت دو مشتری وارد شدند و از مرد اشیاء بلورینی خریدند. هنگامی که همه چیز را تمیز کرد، از مرد یک بشقاب غذا خواست. بلور فروش گفت: بریم غذا بخوریم. تابلویی به در آویخت و به طرف قهوه‌خانه کوچکی در بالای تپه رفتند. همین که پشت تنها میز آنجا نشستند، بلور فروش لبخند زد. گفت: نیازی به تمیز کردن چیزی نبود. قانون قرآن کریم به ما امر میکنه گرسنه رو سیر کنیم. جوانک پرسید: پس چرا گذاشتین این کارو بکنم؟ چون بلورها کثیف بودند و هم تو و هم من احتیاج داشتیم ذهنمون از فکرای پلید پاک کنیم. وقتی غذا تمام شد، بلور فروش رو به جوان کرد و گفت: مایلم تو مغازه من کار کنی. امروز وقتی داشتی جام‌ها رو پاک میکردی، دو تا مشتری اومدن توی مغازه. این نشونه خوبیه. چوپان فکر کرد مردم خیلی از نشونه ها حرف میزنن، اما نمیفهمن چی میگن. همونطور که من نفهمیده بودم سالها با یه زبون بی کلام با گوسفندام حرف میزدم. بلور فروش با تأکید بیشتری پرسید: میخوای برام کار کنی؟ جوان گفت: میتونم امروز تا آخر وقت پاک کنم. تا صبح همه بلورای مغازه رو پاک میکنم. در عوض به من اونقدی پول بدین تا فردا خودم رو برسونم به مصر. پیرمرد فوری زد زیر خنده: حتی اگه یک سالم تمام بلورای منو پاک کنی، حتی اگه از فروش دونه دونه شونم حق العمل خوبی بگیری، هنوزم باید خیلی پول قرض کنی تا خودتو برسونی به مصر. بین طنجه و اهرام هزارها کیلومتر صحراست. برای لحظه ای چنان سکوت ژرفی حاکم شد که انگار شهر به خواب فرو رفته بود. دیگر نه بازاری در کار بود، نه وراجی فروشنده ها، نه آدم هایی که از مناره بالا می رفتند و می خواندند، و نه شمشیرهایی با دسته های جواهر نشان. دیگر نه امیدی بود و نه ماجراجویی، نه پادشاهان پیر و نه افسانه‌های شخصی، نه گنج و نه اهرام. گویی سراسر جهان خاموش بود، چون روح آن جوان خاموش بود. نه دردی داشت و نه رنجی و نه یأسی. فقط نگاهی خالی به فراسوی در کوچک قهوه‌خانه و میل عظیمی برای مردن، پایان گرفتن همه چیز برای همیشه در همان دقیقه. تاجر بهت زده به جوان می نگریست. گویی تمامی آن سرشادیی که آن روز صبح در خود داشت، ناگهان از چهرهش رخت بربسته بود. بلور فروش گفت: پسرم میتونم بهت پول قرض بدم تا به کشورت برگردی. جوانک همچنان خاموش ماند. سپس برخاست. لباسش را مرتب کرد و خورجینش را برداشت. گفت: آقا، پیشتون کار میکنم. و پس از سکوت دراز دیگری نتیجه گرفت: پول لازم دارم تا چند تا گوسفند بخرم. نزدیک یک ماه می شد که جوان نزد بلور فروش کار می کرد و کاری نبود که دقیقا او را راضی کند. تاجر سراسر روز پشت پیشخوان می ایستاد و غر می زد و می گفت مراقب اجناس باشد، مبادا چیزی را بشکند. اما به کار نزد او ادامه می داد، چون هرچند پیر مرد بد اخلاق بود، اما بی انصاف نبود. جوان از فروش هر قطعه حق العمل خوبی می گرفت و توانسته بود کمی پول جمع کند. آن روز صبح حساب و کتاب کرده بود. اگر هر روز همانطور کار می کرد، یک سال تمام لازم بود تا بتواند چند گوسفند بخرد.
جوانک به بلور فروش گفت: میخوام یه ویترین واسه بلورا بسازم. میتونی بذاریمش جلوی مغازه و هر کیو از پایین سراشیبی میگذره جلب کنی. تاجر پاسخ داد: تا حالا اون جلو ویترین نذاشتم، مردم رد میشن و میخورن بهش، ممکنه بلورا بشکنن. وقتی با گوسفندام دشتا رو زیر پا میذاشتم ممکن بود افعی نیششون بزنه و بمیرن، اما اینم یه قسمتی از زندگی گوسفندا و چوپوناست. بلور فروش رفت تا به خریداری برسد که میخواست سه جام بلور بخرد. فروشش بیشتر از همیشه شده بود. گویی جهان در زمان به عقب بازگشته بود. به دورانی که آن خیابان از جاذبه‌های مهم تنجه بود. پس از رفتن مشتری به جوانک گفت: رفت آمد به اندازه کافی زیاد شده. درآمدم اجازه میده من بهتر زندگی کنم و تو خیلی زود به گوسفندات برسی. چرا از زندگی بیشتر بخوایم؟ جوان تقریبا ناخواسته گفت: چون باید از نشانه ها اطاعت کنیم. و از آن چه گفته بود پشیمان شد، چون بلور فروش هرگز با یک پادشاه ملاقات نکرده بود. پیرمرد گفته بود: به آن میگوییم اصل مساعد، بخت تازه کارها، چون زندگی میخواهد که تو افسانه شخصیت را از سر بگذرانی. اما تاجر آنچه را او میگفت خوب میفهمید. حضور آن جوان در این مکان خود به تنهایی یک نشانه بود و با گذشت روزها با پولی که به دخلش میریخت از استخدام این جوان اسپانیایی پشیمان نشده بود. هرچند این جوان بیشتر از آنچه سزاوارش بود پول میگرفت، چون بلور فروش همیشه گمان میکرد فروش از این بیشتر نخواهد شد، اما حق العمل قابل توجهی به او پیشنهاد کرده بود و غریزه‌اش میگفت که پسرک به زودی سراغ گوسفندانش خواهد رفت. برای تغییر موضوع صحبت پرسید: برای چی میخواستی بری اهرام؟ جوان از صحبت درباره رویایش پرهیز کرد و گفت: چون همیشه درباره‌شون میشنیدم. اکنون گنج به خاطره ای دردآور تبدیل شده بود و جوانک از فکر کردن به آن پرهیز میکرد. تاجر گفت: اینجا کسی رو نمیشناسم که بخواد از صحرا رد بشه فقط واسه اینکه اهرام رو ببینه. اهرام فقط یک کوه سنگن. میتونی تو باغچه خونت هم یکی بسازی. جوان در حالی که برای راه انداختن مشتری تازه وارد دیگری میرفت گفت: شما هیچ وقت رویای سفر نداشتین. دو روز بعد پیرمرد سعی کرد درباره ویترین با جوانک صحبت کند. گفت: از تغییر خوشم نمیاد. نه تو شبیه حسنی و نه من، همون تاجر پولدار. اگه اون موقع خرید یه جنسی اشتباه کنه خیلی لطمه نمیخوره، اما ما دوتا باید همیشه بار خطاهامونو به دوش بکشیم. جوان فکر کرد: درسته. بلور فروش گفت: تو این ویترین رو واسه چی میخوای؟ میخوام زودتر برگردم پیش گوسفندام. وقتی بخت با ما یاره باید ازش استفاده کنیم و هر طوری که میتونیم کمکش کنیم. همونجوری که بختم به ما کمک میکنه. به این میگن اصل مساعد یا بخت تازه کارها. پیرمرد مدتی خاموش ماند. سپس گفت: پیامبر قرآن رو به ما داد. قرآن به ما تکلیف کرده توی زندگیمون از 5 تا قانون اطاعت کنیم. مهمترینشون اینه که فقط یک خدا هست. بقیه‌شون هم ایناست. نماز 5 بار در روز، روزه در ماه رمضان، صدقه به فقرا. از صحبت باز ماند. هنگامی که از پیامبر صحبت میکرد، چشمهایش سرشار از اشک شده بودند. مرد با ایمانی بود و هرچند همیشه تند مزاج بود، اما میکوشید مطابق با قانون اسلام زندگی کند. جوان پرسید: و تکلیف پنجم چیه؟ بلور فروش پاسخ داد: همین 2 روز پیش به من گفته که هیچ وقت رویای سفر نداشتم. پنجمین تکلیف هر مسلمان یه سفره. ما باید دست کم یه بار توی زندگی بریم به شهر مکه مکرمه. مکه خیلی از اهرام دورتره. وقتی جوان بودم ترجیح میدادم همون چندرقاز پول رو که دارم برای راه انداختن این مغازه خرج کنم. فکر میکردم یه روزی اونقدر ثروتمند میشم که بتونم برم مکه. پولم در میآوردم، اما نمیتونستم کسی رو بذارم از بلورا مراقبت کنه. بلورا خیلی ظریفن. همون موقع خیلی ها رو میدیدم که توی راه مکه از جلوی مغازه من رد میشدن. بینشون زهرای ثروتمند هم بودن که با خدم و حشم و شتراشون سفر میکردن، اما بیشترشون خیلی خیلی فقیرتر از من بودن. همه میرفتند و راضی بر میگشتن. علامت حاجی ها رو هم بالای در خونهشون آویزون میکردن. یکیشون کفاشی بود که زندگیشو با تعمیر کفشای دیگرون میگذرون. به من گفت نزدیک 1 سال توی صحرا راه رفته، اما موقع راه رفتن برای خریدن چرم توی کوچه های تنجه بیشتر خسته میشده. جوانک پرسید: چرا حالا نمیرین مکه؟ چون مکه است که منو زنده نگه میداره. چیزیه که تحمل این روزهای شبیه به هم، این جامهای بالای تاخچه ها و نهار شام توی اون قهوه خونه نکبت داده رو برام ممکن میکنه.
میترسم به رویام برسم بعد دیگه انگیزه برای ادامه زندگی نداشته باشم. تو توی سرت رویای گوسفندا و اهرام رو داری، با من فرق داری، چون میخوای به این رویاها برسی. من فقط رویای مکه رو میخوام. تا حالا هزار بار گذشتن از صحرا، ورود به صحن مسجد الحرام و هفت باری رو که باید دورش بگردم تا بتونم حجرالاسود رو لمس کنم تصور کردم. اونایی رو که کنار منن، جلوی منن تصور کردم. صحبت‌ها و دعاهایی رو که باید با هم انجام بدیم. اما میترسم اینا فقط یک فریب بزرگ باشه. برای همین هنوز که هنوزه رویام رو ترجیح میدم. همان روز بلورفروش به جوانک اجازه داد ویترین را بسازد. همه نمیتوانند به یک شکل رویا ببینند. دو ماه دیگر گذشت و ویترین توانست مشتری‌های زیادی را به مغازه بلورفروشی بکشاند. جوان حساب میکرد که اگر 6 ماه دیگر کار کند میتواند به اسپانیا برگردد و 60 رأس یا حتی بیشتر گوسفند بخرد. در کمتر از 1 سال گلهش را 2 برابر می کرد و می توانست با عربها هم معامله کند، چون دیگر صحبت به این زبان غریب را آموخته بود. پس از آن روز صبح در میدان دیگر از اوریم و تومیم استفاده نکرده بود، چون مصر برای او همچون مکه برای آن بلور فروش به رویایی بس دور تبدیل شده بود. با این حال اکنون از کارش راضی بود و هر لحظه به روزی می اندیشید که همچون فاتحی در تاریفا پیاده می شود. پادشاه پیر گفته بود یادت باشد که همواره باید بدانی چه می‌خواهی. جوان می‌دانست و داشت برای رسیدن به آن کار می‌کرد. شاید گنجش این بود که به آن سرزمین غریب بیاید، با یک دوز ملاقات کند و بدون نیاز به خرج کردن یک پشیز تعداد رمه‌اش را 2 برابر کند. به خودش مغرور بود. چیزهای مهمی آموخته بود، مانند تجارت بلور، زبان بی‌کلام و نشانه‌ها را. یک روز عصر مردی را بالای تپه دید. مرد شکایت می‌کرد که پس از پیمودن آن سربالایی هیچ جای مناسبی نیست که آدم چیزی بنوشد. جوان دیگر زبان نشانه‌ها را می‌شناخت و نزد پیرمرد رفت تا با او صحبت کند. گفت: باید به کسایی که از سربالایی میان چای بفروشیم. بلور فروش جواب داد: اینجا خیلی‌ها چای می‌فروشن. می‌تونیم توی استکانای بلور چای بریم. اینطوری مردم از چایشون لذت می‌برن و بلور می‌خرن. چون زیبایی بیشتر از هر چیزی مردم رو وسوسه میکنه. مغازه‌دار مدتی به جوانک نگریست، پاسخی نداد. اما همان روز عصر پس از نماز و تعطیل شدن مغازه کنار پیاده‌رو نشست و از او دعوت کرد قلیان بکشد، چپق عجیبی که عرب‌ها میکشند. بلورفروش پیر پرسید: تو دنبال چی هستی؟ همون که گفتم، باید دوباره گوسفند بخرم، برای این کارم پول لازم دارم. پیرمرد چند زغال تازه سر قلیان گذاشت و پوکی طولانی زد. 30 ساله که این مغازه رو دارم. بلور خوب و بلور بد رو میشناسم. همه ی زیر و بم این حرفه رو میدونم. به حجم کار و میزان رفت و آمد مغازم عادت کردم. اگه بخوای توی استکان بلوری چای بدی، مغازه گسترش پیدا میکنه. اون وقت مجبورم سبک زندگیم رو عوض کنم. مگه این خوب نیست؟ به زندگیم عادت کردم. پیش از اومدن تو فکر میکردم وقت زیادی رو اینجا تلف کردم. در حالی که بعض همه دوستام عوض شد، یا ورشکست شدن یا پیشرفت کردن، این خیلی غمگینم میکرد. حالا میدونم که واقعا اینطوری نبوده. این مغازه همون اندازه ایه که همیشه میخواستم باشه. من نمیخوام تغییر کنم، چون نمیدونم چطوری باید تغییر کنم. دیگه به خودم خیلی عادت کردم. جوان نمیدانست چه بگوید، بنابراین پیرمرد ادامه داد: ببین پسر، تو برای من برکت بودی و امروز یه چیز خوب فهمیدم. هر برکتی که آدم قبولش نکنه تبدیل میشه به نکبت. از زندگیم بیشتر نمیخوام. اون وقت تو میای و به من فشار میاری که ثروت‌ها و افق‌هایی رو ببینم که هیچ وقت نمیشناختم. حالا که اونا رو میشناسم و امکانات عظیم خودم هم میشناسم، احساسم بدتر از قبله. چون میدونم که میتونم همه چیز داشته باشم، اما نمیخوام. جوان اندیشید: خوب شد به ذرت فروش چیزی نگفتم. همانطور که خورشید غروب می کرد مدتی به قلیان کشیدن ادامه دادند. به عربی صحبت می کردند و جوانک از این که می تواند عربی صحبت کند خوشنود بود. زمانی بود که گمان می کرد گوسفندها می توانند هر چیزی را درباره جهان به او بیاموزند. اما گوسفندها نمی توانستند به او عربی بیاموزند. همانطور که در سکوت به مغازه‌دار می نگریست فکر کرد: چیزهای دیگه هم باید توی دنیا باشه که گوسفندها نمی تونن یاد بدن. چون گوسفندا فقط دنبال آب و علف هم. به خیالم اونا نیستن که یاد میدن. منم که یاد میگیرم. سرانجام مغازه‌دار گفت: مکتوب.
مکتوب دیگه چیه؟ برای فهمیدنش باید عرب به دنیا اومده باشی. اما ترجمهش میشه یا چیزی شبیه نوشته شده. و همچنان که زغالهای قلیان را خاموش میکرد، به جوان گفت که میتواند فروش چای را در لیوانهای بلور شروع کند. گاهی نمیتوان مانع جریان رود زندگی شد. مردم خسته به بالای سربالایی میرسیدند. در آن بالا مغازه‌ای بود که بلورهای زیبا و چای نعنای شاداب کننده‌ای داشت. مردم برای نوشیدن چای وارد می‌شدند که در لیوانهای زیبای بلوری ارائه می‌شد. یکی اشاره کرد: همسرم هیچ وقت به این فکر نیفتاده بود. و چند قطعه بلور خرید چون همان شب مهمان داشت. مهمانانش تحت تأثیر شکوه و زیبایی این استکانها قرار می‌گرفتند. مرد دیگری اطمینان می‌داد که چای در ظرف‌های بلور خوش‌طعم‌تر است، چون بلور عطر آن را بهتر نگه می‌دارد. سومی می‌گفت در شرق استفاده از لیوان‌های بلور برای صرف چای سنت است، چون قدرت جادویی دارند. در اندک زمانی این خبر پخش شد و افراد بسیاری بالای تپه می‌رفتند تا مغازه‌ای را ببینند که به پیشه‌ای کهن جلوه‌ای تازه بخشیده بود. چایخانه‌های دیگری باز شدند که چای را در استکان‌های بلوری ارائه می‌کردند. اما بالای یک تپه نبودند و برای همین همواره خالی بودند. در مدت کوتاهی مغازه‌دار ناچار شد دو شاگرد دیگر بگیرد. در کنار واردات بلور، واردات مقادیر عظیم چای را نیز به راه انداخت که هر روز مردان و زنان تشنه چیزهای نو می نوشیدند. و بدین ترتیب 6 ماه دیگر نیز. جوان پیش از طلوع آفتاب بیدار شد. 11 ماه و 9 روز از هنگامی که برای نخستین بار به قاره آفریقا گام گذاشته بود می‌گذشت. ردای عربیش را پوشید، همان جامه کتانی سفیدی که ویژه چنین روزی خریده بود. دستار را بر سر بست و آن را با حلقه‌ای از چرم شتر محکم کرد. صندل‌های نوش را به پا کرد و بدون هیچ سر و صدایی پایین آمد. شهر هنوز خفته بود. لقمه‌ای از حلوا درست کرد و در لیوان بلورین چای داغ نوشید. سپس بیرون در نشست تا در تنهایی قلیان بکشد. در سکوت قلیان میکشید. بیان که به چیزی بیاندیشد، فقط به همهمه پایدار بادی که میرزید و بوی صحرا را با خود میآورد گوش سپرده بود. سپس قلیان را کنار گذاشت. دست در جیب عبایش کرد و چند لحظه به تماشای آنچه از درون جیبش بیرون آورده بود پرداخت. پول زیادی داشت. برای خرید 120 گوسفند، بلیت بازگشت و مجوز تجارت بین کشور خودش و این کشور کافی بود. بردبارانه منتظر ماند تا پیرمرد بیدار شود و مغازه را بگشاید. سپس دوتایی برای نوشیدن چای رفتند. جوان گفت: امروز میرم. برای خریدن گوسفندان پول کافی دارم. شما واسه رفتن به مکه پول کافی داری؟ پیرمرد چیزی نگفت. جوان اصرار کرد: دعای خیرتون رو میخوام. شما به من کمک کردین. پیرمرد همچنان در سکوت به آماده کردن چای پرداخت. اما پس از مدتی رو به جوان کرد و گفت: به تو افتخار میکنم. تو به مغازه بلور فروشی من روح دادی پسر. اما میدونی که من نمیرم مکه. همونطوری که تو هم برای خریدن گوسفند بر نمیگردی. جوان حراسان پرسید: کی به شما اینو گفته؟ بلور فروش پیر به سادگی گفت: مکتوب. و دعای خیرش کرد. جوان به اتاقش رفت و هرچه را داشت جمع کرد. دار و ندارش از 3 کیسه پر تشکیل می شد. وقتی اتاق را ترک می کرد، چشمش در گوشه اتاق به خورجین چوپانی قدیمیش افتاد. سراسر پوسیده بود و تقریباً به کلی آن را از یاد برده بود. کتاب و خرقه‌اش هنوز در آن بود. وقتی با اندیشه بخشیدن خرقه‌اش به پسرکی در خیابان آن را بیرون آورد، 2 سنگ روی زمین غلطیدند، اوریم و تومیم. سپس به یاد پادشاه پیر افتاد و در شگفت شد که دیر زمانی است به او نیندیشیده. 1 سال تمام بی‌وقفه کار کرده بود و تنها به پول جمع کردن اندیشیده بود تا سرفکنده به اسپانیا برنگردد. پادشاه پیر گفته بود: هرگز از رؤیاهایت دست نکش، از نشانه‌ها پیروی کن. جوان اوریم و تومیم را برداشت و دوباره همان احساس غریب به او دست داد که پادشاه کنارش است. 1 سال تمام سخت کار کرده بود و
و نشانه ها می گفتند اکنون هنگام رفتن است. اندیشید درست مثل روز اول برمی گردم و گوسفندها به من زبان عربی یاد ندادند. اما گوسفندها چیزی بسیار مهمتر به او آموخته بودند که در جهان زبانی هست که همگان می فهمند. همان زبانی که جوان برای رونق بخشیدن به آن مغازه به کار برده بود. زبان موجودات صاحب عشق و شور. زبان کسانی که در جستجوی آن چیزی هستند که آرزویش را دارند و یا به آن ایمان دارند. تنجه دیگر یک شهر غریب نبود و احساس می کرد همانطور که توانسته آنجا را فتح کند می تواند جهان را هم فتح کند. پادشاه پیر گفته بود وقتی آرزوی چیزی را داری سراسر کیهان همدست می شود تا بتوانی این آرزو را تحقق ببخشی. اما پادشاه پیر نه درباره دوست‌ها صحبت کرده بود، نه صحراهای عظیم و نه درباره آنانی که رویاهایشان را می شناسند اما نمی خواهند آنها را تحقق ببخشند. پادشاه پیر نگفته بود که اهرام تنها کوهی از سنگ هستند و هر کسی می تواند در باغچه خانه‌اش کوهی از سنگ داشته باشد. و فراموش کرده بود بگوید وقتی پول کافی برای خریدن گله‌ای بزرگتر از گله پیشین خود داشته باشد باید این گله را بخرد. جوان خورجین را برداشت و کنار کیسه‌های دیگرش گذاشت. از پله‌ها پایین رفت. پیرمرد مشغول خدمت به یک زوج بیگانه بود و در همان هنگام دو مشتری دیگر وارد مغازه شدند و در لیوان بلور چای نوشیدند. برای آن ساعت از صبح جنب و جوش خوبی بود. آنجا بود که برای نخستین بار متوجه شد موهای مغازه‌دار به موهای پادشاه پیر بسیار شبیه است. به یاد لبخند شیرینی فروش در نخستین روزش در تنجه افتاد. روزی که نه جایی برای رفتن داشت و نه چیزی برای خوردن. آن لبخند نیز یادآور پادشاه پیر بود. فکر کرد انگار از اینجا رد شده و ردی از خودش گذاشته. اما همه مردم این پادشاه رو یه جایی توی زندگیشون ملاقات نکردن. هرچی باشه میگفت همیشه به کسی ظاهر میشه که افسانه شخصیشو زندگی میکنه. بی‌وداع با بلور فروش آنجا را ترک کرد. نمیخواست گریه کند. ممکن بود کسی گریهش را ببیند. اما دلش برای آن دوران و همه چیزهای خوبی که آموخته بود تنگ میشد. اعتمادش به خود بیشتر شده بود و شوق فتح جهان را داشت. اما دارم میرم سراغ همون دشتایی که از قبل میشناسم تا باز بشم راهنمای گوسفندا. و دیگر از تصمیمش خوشنود نبود. یک سال تمام برای تحقق رویایی کوشیده بود و اهمیت این رویا هر لحظه کمتر میشد. شاید چون رویای او نبود. چی میدونه؟ شاید بهتر آدم مثل اون بلور فروش باشه. هیچ وقت نمیره مکه و عمرشو با آرزوی رفتن به اونجا میگذرونه. اما اوریم و تومیم را در دست گرفته بود و این سنگ‌ها نیرو و میل پادشاه پیر را به او منتقل می‌کردند. به طور تصادفی به نظرش رسید که شاید این هم یک نشانه است. به قهوه‌خانه‌ای رسید که در نخستین روز به آن وارد شده بود. آن دوز دیگر آنجا نبود و صاحب قهوه‌خانه یک فنجان چای برایش آورد. فکر کرد همیشه میتونم سراغ چوپونی برگردم. مراقبت از گوسفندا رو بلدم، دیگه هم یادم نمیره. اما شاید فرصت دیگه‌ای واسه رفتن به اهرام مصر پیدا نکنم. پیرمرد یه سینه‌پوش از طلا داشت و سرگذشت منو میدونست. واقعاً پادشاه بود. یه پادشاه فرزانه. تا دشت‌های آندلوس فقط 2 ساعت حرکت با کشتی راه بود. اما صحرای عظیمی میان او و اهرام قرار داشت. دریافت که شاید بتوان در همین موقعیت طرز فکر دیگری داشت. در حقیقت 2 ساعت به گنجش نزدیک‌تر بود. حتی اگر پیمودن این 2 ساعت تقریباً 1 سال طول کشیده باشه. میدونم چرا میخوام برگردم پیش گوسفندا. دیگه گوسفندا رو میشناسم. کار زیادی نمیبرن و میتونن دوست داشتنی باشن. نمیدونم صحرا میتونه دوست داشتنی باشه یا نه. اما صحراست که گنج منو مخفی کرده. اگه بهش نرسم همیشه میتونم برگردم خونه. اما زندگی یه دفعه پول کافی گذاشته تو دامنم. وقتم که دارم، چرا که نه. در آن لحظه شادی عظیمی احساس کرد. همواره می توانست به سراغ چوپانی گوسفندان بازگردد. همواره می توانست به بلور فروشی بازگردد. شاید جهان گنج‌های پنهان بسیار دیگری نیز داشت. اما او رؤیای مکرری را دیده و با پادشاهی ملاقات کرده بود. این برای هر کسی رخ نمی داد. هنگامی که قهوه‌خانه را ترک می کرد خوشنود بود.
یادش آمده بود که یکی از بازرگانانی که برای بلور فروش جنس می آورد، بلورها را با کاروانهایی می آورد که از صحرا می گذشتند. اوریم و تومیم را در دست فشرد. به خاطر آن دو سنگ دوباره در مسیر گنجش قرار گرفته بود. پادشاه پیر گفته بود، همواره کنار آنانی هستم که افسانه شخصیشان را زندگی می کنند. رفتن تا انبار و فهمیدن این که آیا اهرام به راستی چنان دور هستند، خرجی نداشت.